سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه صفحه دو درباره استعفای وزیر خارجه ایران. مخالفان محمد جواد ظریف زیادند، از دلواپسان تا براندازان، هر کدام به دلیلی. گرچه تا این لحظه هنوز نه دلایل دقیق استعفای او روشن شده، نه قبول شدن یا نشدن این استعفا، اما تحلیل‌های زیادی در این باره شنیده ایم. طیفی گسترده از نتیجه گیری ها، از اینکه استعفا مربوط به اختلاف سلیقه بر سر سفر بشار اسد به تهران بوده، تا اینکه محمد جواد ظریف نگاهی به انتخابات آینده دارد و اینکه استعفا تاکتیک اوست برای اینکه حرفش را به کرسی بنشاند. استعفای او با گسترده ترین شکل واکنش داخلی و خارجی روبرو بوده. در این برنامه صفحه دو نگاهی میکنیم به این تحلیل ها و اینکه کدام یک با واقعیات موجود بیشتر میخوانند. سه میهمان هم دعوت کردیم. محمد رضا سبزعلی پور تحلیلگر مسائل ایران از تهران با ماست و اینجا در استودیو دو مهمان داریم، ملیحه محمدی تحلیلگر و فعال سیاسی و حسین علیزاده دیپلمات پیشین و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپلی فنلاند. خوش آمد میگم به هر سه نفر. آقای علی پور، از شما میپرسم بر اساس واقعیاتی که شما در تهران میبینید از نزدیک، کدام یک از این تحلیل ها به نظرتون منطقی تر میاد؟ آقای ظریف برای چه استعفا کرده؟ بانم یاد خدا و با سلام خدمت شما، مهمانان گرامی و تمام بیننده های محترمتون. خدمت شما عرض بکنم که همچنان که شما فرمودید، این استعفا سر صدای زیادی کرده از دیشب تا به امروز، ولیکن آقای ظریف بچه وزارت امور خارجه است و یک کسی است که در وزارت امور خارجه بزرگ شده و نهایتا یک دیپلماته و کاری رو بیگدار انجام نمیده و مطمئنن اگر 60 خورده ماه تا به امروز کارش رو انجام داده، حالا چه با نقدی که بهش هست یا بی نقدی که بهش هست، به یک باره اون هم یک شبه اقدام به یک همچین کاری نمیکنه، مگر اینی که یک اتفاقی افتاده باشه که کارت به استخونش برسه. منتهای مراتب صحبتی که من میکنم خدمت شما صحبتی است که با تحقیق دارم عرض میکنم خدمتتون و بدون بررسی و مستند و مستدل خدمت شما چیزی رو به خدمت بینندگان و محترمتون عرض نمیکنم. و اونم این استش که آقای ظریف هرگز برای اینی که آقای بشار اسد به تهران اومده استعفا نداده. این اصلا یک نمیتونه دلیل موجهی باشه. آقای ظریف ناراحتی و دلخوریش از بی‌اعتنایی، از بی‌توجهی و از به بازی نگرفتن ایشون و دستگاه دیپلماسی توسط رئیس خودشه، یعنی جناب آقای روحانی دلیل اصلی استعفای ایشون هست. یعنی آقای روحانی به جای اینی که وزیر امور خارجه خودش رو که امروز داشت در بانک مرکزی یک اشاره تلویحی به این قضیه کرد که دستگاه دیپلماسی خیلی به هر صورت قابل احترام هست و اینها، باید دستگاه دیپلماسیش رو همیشه کنار خودش می‌داشت و وزارت چرا این اتفاق نیفتاده؟ چه شده که آقای ظریف در دیدار آقای روحانی و آقای اسد نبوده؟ ببینید، آقای روحانی خدمتتون عرض کنم که اصلا کارهاش مخصوصا در دولت دومش که دیگه اصلا حساب و کتاب نداره، از وضعیتی که الان توی مملکت اقتصاد حاکمه تا وضعیتی که الان داره انجام میده و متاسفانه اختیار دولت آقای روحانی در دست یک سری از دوستان خیلی نزدیک خودش هست که اونها دارن به حساب تصمیم میگیرن و یک مرتبه بی‌نظمی و خدمتشون ناهماهنگ. همچنان که دیدید که مشاور خود آقای روحانی فوری اومد و اعلام کرد که ناهماهنگی، امان از دست ناهماهنگی. خب ناهماهنگی رو شما رو شلختگی، ناهماهنگی که به هر صورت وجود داره، عشقش کشیده آقای روحانی. متشکرم آقای علی پور، ولی به نظر یه ذره عجیب میاد اگه بخواد این طور باشه، یعنی اینکه به هر حال در سطوح بالای مملکت داری یادشون بره که وزیر خارجه مملکت رو در یک همچین دیداری دعوت بکنن. البته پیش زمینه داشته، با هم دیگه تنش داشتن و این قضیه از عقبه دیگری هم برخوردار بوده و اونم اختلافات درونی داخل دولت بوده که نهایتاً دیشب کشید به این عدم دعوت ایشون. من باز به شما برمیگردم، ولی میخوام نظر خانم محمدی رو بپرسم. به نظر شما چی میتونه باشه با توجه به اینکه به هر حال آقای ظریف و آقای روحانی خیلی به هم نزدیک بود نگاهشون در بحث دیپلماسی خارجی؟ آیا چنین اختلافی که ازش صحبت میشه به نظر شما منطقی میاد؟ با توجه به اینکه
همطور که شما گفتین عجیب فراموش بکنن یا صرف بی‌اعتنایی یا حواس سهل‌انگاری این اتفاق افتاده باشه. خب ما همه میدونیم که زیر پوست این سیاست جاری و سیاست رسمی کشور تنش‌هایی وجود داشته و داره، اینو همه میدونستن، به طوری که الان این اتفاق شوک بود، بسیاری رو ذوق زده، بسیاری رو نگران کرده، اما هیچ کس تعجب نمی‌کنه. اینجا مسئله من فکر میکنم با از نبودن آقای ظریف پیش آقای روحانی شروع نمیشه، از اونجا شروع میشه که در دیدار آقای حافظ اسد که به هر حال دستگاه وزارت خارجه باید مخیر و مبتکر و حداقل مطلع باشه، در بیت رهبری هیچ کسی از دولت حضور نداره. البته ظاهرا این معمول بوده که در دیدارها با آقای خامنه ای اعضای دولت نباشند، ولی من به یاد نمیارم خانم قاضی‌زاده یک نفر معمولا بوده، معمولا حالا یا وزیر خارجه بوده یا رئیس دفتری کسی بوده، ولی اگه نگاه میکنید شما میبینید هیچ کسی از دولت اونجا نیست. اینجا این میتونه که بعد آقای ظریف مطلع هم باشه حالا از ملاقات بشار اسد با آقای روحانی و دیگه نخواد که در این اینکه همه ابتکار عمل ازش سلب شده و برخوردیه که میشه گفتش که نباید هیچ جا اتفاق بیفته. نقش البته خود آقای ظریف هم ظاهرا با یکی از خبرگزاری‌های داخلی با انتخاب صحبت کرده و گفته که من بعد از این عکس‌هایی که منتشر شده بدون حضور من، به خصوص در دیدار آقای روحانی را اشاره کرده، من دیگه جایگاه خودم، و بعد دوباره گفته که وقتی که بعضی از سفرا استعفا کردن گفته من استعفا کردم برای اینکه جایگاه قانونی وزارت خارجه را بگیرم. شما دیپلمات بودید آقای علیزاده، جایگاه قانونی که آقای ظریف ازش صحبت میکنه چی هست؟ با توجه به اینکه آقای ظریف و وزارت خارجه او در منطقه حرف اول رو نمیزدن، چیز جدیدی نیست، ما قبلا هم دیده بودیم نشانه هاش رو. دقیقا نکته همین هستش. من با یک نکته آقای سبزعلی‌پور موافقت دارم که آقای ظریف خاک وزارت خارجه رو خورده 40 سال و تخصصا در این کار بوده و ضریب تحمل او بسیار بالاست، بسیار فرد متحملیه، با همه رجوعت با دولت احمدی نژاد تا میتوانست کار کرده چون نگاه دیگری به مسئله داره. اما اینکه صورت مسئله رو به این برگردونیم که او با رئیس خودش اختلاف داشته، این هم دیگه برای آدمی که اهل تحمل هستش این معنی نداره که دعوای دو نفره رو بکشونن. در واقع شما نگاه کنید آقای ظریف و آقای روحانی یک زوج دیپلمات بودند که از مذاکرات 598 شما بگیری تا دوران تا همین سعدآباد، بله سعدآباد تا همین مذاکرات هسته‌ای همیشه با هم بودن. نمی‌شود که تلقی به خاطر یک بهانه کوچکی که حالا من اطلاع نداشتم یه دفعه موضوع به این جنجالی درست کنه در شرایط خطیری که خود نظام درش قرار گرفته. حالا حتی بسیاری میگن خب این رو به فروپاشی خواهد خب شما پس تلقیتون چیه؟ آیا فکر میکنید که کم کردن سطح ماجرا به سطح دولت آوردنش؟ قطعا اینطور نیست، قطعا اینطور نیست. من اگر قبول کنیم که آقای ظریف یک سنگین وزن در سیاست ملل هست، در وزارت سیاست خارجه هستش، او بازی بزرگی رو داره میبینه، بازی بزرگی که در تلقی من اگه به زبان ساده، به زبان عامیانه بخوام بگم، بر او فشارهایی رو دارن وارد میکنن که خواهد گفت گر تو بهتر میزنی بستان. خب چرا این زودتر نگفته؟ چون این جدید نیست، این اتفاقات جدید نیست. اتفاقا نکته همینه. نکته ای که من بخوام خیلی مسئله رو روشن کنم نگاه من، مسئله برمیگرده به اینکه آقای ظریف یک بهانه مصرحی رو اعلان کرده، همین اینکه گفته نمیدونم وزارت خارجه چرا نباشه و مثلا اینکه اوضاع در وزارت خارجه به هم ریخته هستش، یه روشن هست. اگه خاطرتون باشه میهمان شما بودم در بحث ترورهایی که انجام شد، اونجا من گفتم که وزارت خارجه‌ای که در دست های ظریف هست وزارت خارجه بلبشویی هستش. این هم چیزی نیست که امروز بعد 6 سال آقای ظریف بهش 67 ماه به قول خودش بهش رسیده باشه. این رو در طول این سالهای وزارتش میدانسته، قبل از اون هم وزارت خارجه مورد دستبرد بوده. اما این بهانه که بهانه درستی هم، اشاره درستیه، انتقاد درستیه، چیزی نبوده که ایشون بیاد بازش بکنه. یک دلیل
غیر مصرحی رو من میابم پشت صحبتون، همون بازی بزرگ. ببینید بازی بزرگ به این برمیگرده که قبلا ها من گفتم، نوشتم، مصاحبه گفتم، بازی برجام یک قربانی میخواد، برجامی که نافرجام شد، برجامی که حیثیت ها رو برباد داد، برجامی که قهرمانانه نشد، برجامی که بعضی اون رو نمیدونم با ترکمنچای حسابش کردن. این قربانی نمیتوانه شخص اول نظام باشه که گفتش که بله نرمش قهرمانانه میکنی، مانند یه کشتیگیری که یه روز عقب میره فرام. بنابراین الان آقای ظریف رو شما فکر میکنید نکته اینجا هستش ولی چرا برای این کار خودش استعفا کنه؟ چرا دیگران او رو برکنار نکنن؟ اگه قرار قربانی باشه خب میتونن برکنار. به دلیل اینکه شرایط برای او داره تنگ میشه به گونه ای که شما نگاه کنید حلقه پیرامون او هر یک یک به یک زیر ذره بین رفتن. مثلا برادرزاده آقای عراقچی رو گرفتن، شما میبینید مذاکره کنه آقای بعیدی نژاد الان در لندن نشسته در تیم مذاکرات هسته‌ای نیست. خانم محمدی، باز من نکته‌ای دارم بعداً میپردازم. خانم محمدی، فکر میکنید که به هر حال حالا فردا پس فردا روز بالاخره در روزهای آینده تکلیف این استعفا باید مشخص بشه، نمیتونه همینطور رو هوا بمونه. رفتن آقای ظریف به آقای روحانی آیا کمکی میکنه؟ ماندن او چه کمکی میکنه اگر بماند؟ ببینید اولا که میخواستم اینو بگم در دور قبل که اونچه که نگران کننده است عدم وجود یک خبر جدی موثق از جانب رهبری یا حتی شخص آقای روحانی هست. من نمیتونم احتمال اختلاف های جدی رو بین آقای روحانی و آقای ظریف بدم، اما اتفاقی که افتاده بی‌اعتنایی عمدی به دستگاه دیپلماسی کشور رو میتونه آقای روحانی طبق روالی که همیشه داشته ببخشه و آقای ظریف اینو نبخشه، میتونه این اتفاق افتاده باشه. اما رفتن آقای ظریف، خوشبختانه یا متاسفانه ما میدونیم که استقلال رأی آقای ظریف یا هر کسی در جمهوری اسلامی مشروطه به موافقت و نظر نهایی رهبری. من معتقدم دستگاه وزارت خارجه اولا دستگاه نظری آقای ظریفه و اما اتفاقی که در وزارت خارجه بیفته، اتفاقات و سرنوشت سازی که بیفته، بدون نظر رهبری نبوده نیست. برجام هم اتفاق بسیار بزرگی بود، یعنی اینکه کسانی خواستن بگن ترکمنچای، در واقع این فروکاهیدن بحث‌های سیاسی به درگیری‌های جناحی بوده، اتفاق مهمی بوده، اتفاق بزرگی بوده، ولی بدون نظر و اجازه رهبری نمیتونسته بیفته. الان تنها راهی که به نظر من اگر امکان بازگشت آقای ظریف باشه قطعا بهتره، برای اینکه برای حضور در برجام مثل حضور در یک مجلس رسمی جمهوری اسلامی نیاز داشت که با هیبت منظم و قابل قبولی وارد بشه، نه مثلا آقای ولایتی. حالا این اتفاق اگر بخواد منجر به بازگشت آقای ظریف که اعتباری در مناسبات خارجی بشه، فقط به آقای خامنه‌ای برمیگرده. خب ایشون هستن که بی‌اعتنایی انجام دادن، میتونن اینو سهوی جلوه بدن اگر بخوان که آقای ظریف برگردن. آقای علی‌پور، نظر شما چیه؟ فکر میکنید اگه آقای ظریف بمانه به نفع آقای روحانی هست، به نفع سیاست دولت هست، یا نه اگر او بره و بتونه در واقع چهرش رو حفظ بکنه، چون خیلی ها معتقدن که او به خاطر با اعتراض داره میره برای اینکه بتونه چهرش رو حفظ بکنه برای آینده. شما منصف هستید، پس لطف کنید زمان رو بگیرید، چون فکر میکنم که داره اچاف میشه. خدمت شما عرض کنم که من اول یک موردی رو اشاره بکنم که با نظر آقای علیزاده اینجا خیلی موافق نیستم، در خصوص اینکه برجام یک قربانی میخواد. قربانی هم اگر بخواهد، الان که هنوز 3 سال از دولت آقای روحانی مونده الان قربانی نمیگیرن، چون هنوز خیلی زوده. و در ضمن اگر هم بخوان قربانی بگیرن، با این شکل و شمایل کسی رو قربانی نخواهند کرد، که الان اتفاقا با این استعفا وجه و محبوبیت آقای ظریف در بین خیلی از جمع‌ها و گروه‌ها بالاتر رفته و ازشون دارن خواهش بود آقای سبزنی بود که ایشون نمیخواهد اون قربانی باشد، پس بنابراین توپ انداخته در زمین دیگران. نه هنوز زوده، ایشون احتمالاً، من نظرم بر این هستش که ایشون برخواهد گشت و البته خیلی ناراحته، خیلی مکدره. ایشون
من میتونم با اینکه میگم یک نقاد دولت آقای روحانی هستم و خیلی نقد دارم به دولت آقای روحانی، ولی از انصاف نباید بگذریم. ایشون به عنوان یکی از وزرایی است که به عنوان نگین انگشتر هیئت دولت آقای روحانی محسوب میشه. یعنی الان بخواد در این مقطع ایشون رو برداره، کیو میخواد جای ایشون بذاره به عنوان وزیر امور خارجه؟ و در ضمن آقای خدمت شما عرض کنم که ظریف، مطمئن باشید که درگیری و اختلافش در دولت خیلی عقبتر از این با آقای روحانی بوده، و آقای روحانی الان با توجه به اینی که وضعیت مشکلات اقتصادی داره فشار میاره، FATF از یه طرف، نمیدونم CFT از یک طرف، مسائل خیلی به هم پیچیده‌ای تو کشور به وجود اومده، ایشون دنبال یک مواردی میگرده که سر مردم رو جاهای دیگه مشغول بکنه. ایشون میدونسته که اگر این کار رو بکنه و ایشون رو دعوت نکنه، ایشون حتماً یک همچین واکنشی نشان خواهد داد. دیروز رفت و صحبت کرد، سپاه رو مورد حمله قرار داد. من میخوام نظر این حرفی که شما میزنید معنیش این هستش که آقای روحانی برای به هر حال آقای اسد دفعه اول بعد از شروع جنگ سوریه است که یک سفر بین المللی کرده اومده به ایران به این شکل. آقای روحانی میاد یعنی یک همچین کاری میکنه، این ریسک رو میکنه که وزیر خارجهش در چنین روزی که اینقدر اهمیت داره استعفا بده که کل اون خبر رو تحت شعاع قرار بده؟ یعنی راههای دیگه ای وجود نداشت؟ نه، آقای روحانی اون با اون صحبت دیروزش در ارتباط با سپاه بود که انجام داد، از یه طرف ذهنها رو مشوش کرد دوباره که بعد سپاه نمیذاره دولت کارش انجام بده، از یه طرف میدونست که اگر یه همچین کاری انجام به دو ظریف بکشه کنار انقدر جب به همیز، بعد ایشون زبونش دراز میشه از بابت اینه که بیا یا آقا شما ها فشار آوردی. الان ببینید چقدر تحلیل هست، یکی میگه چون FATF به حساب تصدیق نشده ایشون ناراحت شده، یکی میگه وضعیت وزارت خارجه. آقای علی پور، این چیزی که شما میگید اختلاف بین آقای روحانی و آقای ظریف، ما باید نشانه هایی ازش رو میدیدیم، این نشانه ها کجاست؟ نبید نشانه هایی که میگم آقای ظریف، به این خنده آقای ظریف نگاه نکنید، خیلی سیاسه. ایشون خندش در این حالی که وجود داره، در این حالی که صبور هست، در این حال، در همین حال اگر هم عصبانی بشه بد عصبانی میشه. من دیدم، چون به هر صورت سالهای متمادی است که ایشون رو میشناسم. نشانه های اختلاف آقای روحانی و او کجاست؟ نشانه های اختلاف رو ایشان اگر هم به حساب اختلاف شدیدی وجود داشته، انقدر سیاس بوده که به بروز نمیداده، هیچ وقت مقام بالاتر بروز نمیده، مقام پایین بایستی عصبانی بشه و ناراحت بشه و بی سیاستی بکنه. این از سیاس بودن آقای ظریف بوده که تا به الان بروز نداده و امروز یک همچین وضعیتی رو به وجود آورده، و آقای روحانی هم هی داره کشش میده که از این آب گلالود ماهی بگیره، به نفع این که بگه دلواپسان نمیذارم. ببین یه روز ظریف رو اینجوری کردن، یه روز اقتصادم رو اونجوری کردن، و آخر هم برخواهد گشت به این وضعیت که با توجه به فشار نماینده ها و فشارهای دیگه ای که هستش استعفا رو نپذیره، و آقای ظریف هم اون اعتبار وزارت امور خارجه رو بتواند برگردونه و نهایتاً این قضیه به خیر و خوشی انشاءالله تمام بشه. بذارید هم موضوع رو برگردیم. اگه آقای ظریف بماند، آقای ظریف بماند باید چه بگیرد که بماند؟ یعنی بحث این است که به هر حال استعفای داده با یه دلایلی، چه بگیره که بمانه؟ ببینید آقای ظریف خیلی چیزها رو به نظر میاد تحمل کرده. داستان حضور آقای اسد در تهران در واقع خیلی زیاد بوده برای این قضیه. باید اعتبار ظریف در این ماجرا بهش برگرده، و به نظر من جایی مشکل داره که اونجا شخص رهبری تعیین کننده است. فقط رهبریه که باید حالا واقعا یا به هر حال به نوعی به نمایش بگذاره که این جریان سهوی بوده، دلجویی از آقای ظریف اگر توسط رهبری نشه. ولی بحث اصلا بحث یه ذره به نظرم این که فقط بحث دلجویی آقای ظریف رو در این مثلا مراسم دعوت کنه، سه نهاد موازی در بیت رهبری هست که سیاست خارجه رو داره هدایت میکنه. آقای ظریف از اول هم وقتی که اومده در این مسند نشسته این رو میدونسته. یعنی بحث من این هستش که دلجویی از آقای ظریف الان چه معنی داره؟ به معنای بازگشت اعتبار. این که شما میگین درسته، هیچ کسی در جمهوری اسلامی، ما میدونیم هر استقلال رأیش واقعا مشروطه به نظر رهبری، آقای ظریف اینو میدونسته، اومده همه مساعی خودش رو بکنه. در توجه بکنید که در جریان مذاکرات حضور کسی مثل ولایتی با تعبیرات خودش درکی که از خب پس منظورتون این هستش که آقای ظریف رو برای مذاکراتی که منجر به برجام شد لازم داشتن، الان دیگه تاریخ مصرف آقای ظریف گذشته؟ اینطور نمیتونه باشه، انتظار چنین برخوردی رو از آقای ظریف نداشتن.
آقای روحانی عمدن نبوده که بخواد دعوت نکنه، یا حتی من فکر میکنم به زرس قاطع اگر نه خیلی بالا خودش هم در جریان قضیه نبوده. اما همونطور که گفتم آقای روحانی میتونه هر چیزی رو ببخشه و همه نمیتونن این کار رو بکنن. پرنسیپ های اینجا زیر پا گذاشته شده که برای آقای ظریف جدی بوده. شخص رهبری باید این قضیه رو جبران کنه، چون اشاره به مراسمیه و کار خیلی بیش از حد نامناسبیه که تحت رهبری اصلا با نظارت ایشون و در حوزه شخصی ایشون انجام شده. آقای علیزاده، این بحث، این که آقای ظریف الان دلخور هست و اینها یه بحثه، بحث دیگه عملکرد آقای ظریف در این سالها هست. به هر حال آقای ظریف رو ما بارها از صبح این رو پخش کردیم که آقای خامنه‌ای خودش تمجید میکنه از او که او چنان است و چنین است، و بعد هم برای مدت طولانی اون چیزی که آقای خامنه‌ای می‌خواست، تو همین هفته گذشته حرف‌هایی زد که بسیار از منتقدان از او ایراد گرفتن، گفتن که او دو دوزه بازی می‌کنه، داره یک چهره دوگانه ای رو از جمهوری اسلامی. بنابراین آیا نتونسته بود اون چیزی که آقای خامنه‌ای می‌خواد رو اجرا بکنه؟ چه بود که به هر حال باید باش چنین معامله‌ای بشه؟ بله، ببینید، اصلا صورت مسئله اسد و غیر اسد و اینها نیست. بنابر اخبار و شواهدی که واصل شده، ایشون استعفاشو 3-4 ماه پیش از این چند بار گفته. حالا این بهانه اسد هم پیش اومده تو عکس نبوده، آقای ظریف هم شکیبایی بیش از اینها رو داره، رفتار کودکانه نمیکنه. یادم هست مثلا در همون سخنرانی‌ها لاتایلاتی که احمدی نژاد اون بالای پدیوم اسم مجمع عمومی میگفت، بهشون گفتن آقا تو یه ذره هدایتش میکرد، یه ذره حرفا نمیزنه. گفت من زمانی صحبت‌های آقای احمدی نژاد رو شنیدم که همه دنیا داشت میشنید. یعنی تا اینجا ایگنورش کرد، ندیده گرفته بود احمدی نژاد ظریف رو، ولی وایساده بود چون اعتقاد داشت بالاخره باید چسبید و نگه داره. اصلا مسئله این نیست. اون صورت مسئله کلان به نظر من الان در این صحبت مفقود هستش. آقای ظریف معمار پرونده هسته ایست و بس. این اگر عمر آقای ظریف هم تمام بشود، این در تاریخ به اسم او ثبت خواهد شد. به هر حال بس الان دیگه تمام شده دیگه آقای ظریف. این کودک الان دیگه همینه. بازی بزرگی که او میبینه همین هست. که از او، توانایی‌های او، از ارتباطات او، از همه توانایی‌های او استفاده شده بود که یک بزک دوزکی رو انجام بدهند. الان هم می‌خواهند بر سر او این ویرانه رو خراب بکنن که تو مقصر او بودی. همونطور که گفتم آقای علیپور با شما مخالف بودن. 100% منم آقای علیپور مخالفم. من حرف من اینجا هستش که اگر میخواد بگه که اگر سنگین وزنی مثل من، که من به اعتقاد من هیچ وزیر خارجه دوران 40 ساله جمهوری اسلامی در وزن آقای ظریف نبوده، این رو نمیشه منکرش شد. اگر از سنگین وزنی مثل من این وزن رو نتوانه بزنن، گرد تو بهتر میزنی بستان بزن. آقای ظریف صورت مسئله رو این میبینه که دل واپسان وقتی که ایشان اومد گفت آقا مسئله پولشویی آنقدر خطیر هستش که سازمان‌ها و نهادها دارن انجام میدن، ما باید این رو انجامش بدیم، رئیس قوه قضاییه میگه این خنجر در قلب نظام هست، او رو به استیضاح میخوان بکشونه. من مسئله رو همونطور که عرض کردم، یک بیانیه، یه بهانه مصرح داره، اما اینکه اوضاع وزارت خارجه به هم ریخته است، منم در اینجا گفته بودم برای شما، یک بهانه غیر مصرح داره که به گوش ما نرسیده. مسئله ATF هستش. مسئله تصویب نشدن رفت و بعد کشاکش هایی که در مجمع تشخیص مسلحت آخرین جمله همین یکی دو روز گذشته گفته بود آقایان در مجمع تشخیص مسلحت متوجه تصمیمشان باشد که قفلی بزرگتر بر قفل بله نامه نوشته به مجمع. بفهم. و اون اینکه آقای در کسوت آقای ظریف نیست که الان تموم شده ببینه قضیه رو، همه دارن پالر برای پالرمو کار میکنن، اینکه ایشون بخوان یه تلاشی رو نیمه ای را رها کنن برای اینکه احتمال قربانی شدن خودشونو بدن، خیلی به نظر من دریافت سطحی از ایشون. آقای علیپور نظر شما چیه؟ فکر میکنید FATF باعث استفاست؟ هرگز، هرگز FATF اصلا این بسط مطرح نبوده. منتهی مراتب صحبت آقای علیزاده به هر صورت در ارتباط به استعفا دارم عرض میکنم. خدمت شما عرض کنم آقای علیزاده یک صحبتی رو فرمودن و اونم اینه که استعفای آقای ظریف از ماها قبل اتفاق افتاده، پس تاییدی است بر نظر بنده که اختلافات از قبل وجود داشته. پس نهایتا نتیجه میگیریم که آقای ظریف هیچ اختلافی
من میدونم ایشون رو به عنوان اینی که وزیر امور خارجه هست و شاید نقدی هم بر عمل کردش وجود داشته باشه، ولی ولایت مدارترین وزیر امور خارجه میدونم به لحاظ اینی که اولا هیچ گونه تنشی با بحث بیت رهبری نداره و خود رهبری هم همچنان که شما فرمودید بارها اعلام کردن، همین چند وقت پیش هم اعلام کردن که ایشون، خدمت شما عرض کنم که شخصی هستن مورد اعتماد بنده، شجاع هستن، سالم هستن، اینها رو گفتن. حتی خود روحانی تا این حد از ایشون صریح دفاع نکرده و آقای ظریف باید بماند. اگر کار رو خراب کرده باید نتیجه خیلی ممنونم از شما. اگر کار رو درست انجام داده بایستی بمانه و خدمت رو نتیجه بده. اگه خراب کرده باید ببینه بمانه و مجازاتش رو بکشه. اگه شما به ما بگید که تأثیرش رو آقای روحانی چه خواهد بود اگر که آقای ظریف میانه کار مشکل بزرگی برای آقای روحانی درست شده، اما آقای روحانی میتونه با همه شرایط به نوعی کنار بیاد، با اینم کنار خواهد اومد اگه مجبور بشه. متشکرم از شما، متشکرم آقای علیزاده، خانم محمدی و آقای علیپور در تهران. ممنونم از هر سه شما. متاسفم که وقت برنامه بیشتر از این اجازه بحث نمیده. ممنونم از شما که بیننده این صفحه دو بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت ما در دسترس شماست، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدد ببینید. لینک برنامه رو در توییترمون منتشر می‌کنیم. شناسه توییتری ما هست @bbcpersian2. میتونید پادکست برنامه رو هم بشنوید روی اپلیکیشن پادکستتون با جستجوی کلمه صفحه به فارسی در کنار عدد 2. میتونید مشترک پادکست ما بشید. این برنامه روی فیسبوک ما هم در دسترس هست، facebook.com/bbcpage2. میتونید اونجا نظراتتون رو هم با ما در میون بگذارید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب روزتون خوش. We'll be right back.